آقا داستان چیه این مربیات؟ حالا آقای سلاموچنی یه ذره چیز شد، به قول شما الان گفتین لوس شد وسط حرفا دیگه. آقای زلیپور، من آقای کالرون، آقای ویلموت، من خدمت شما حقیقتش چیز عرض کنم، نمیدونم اصلا چرا انقدر، اصلا خود شما چرا انقدر میپردازید به این مسئله؟ چیکار کنیم؟ آقا اصلا آقای سلاموچنی پلاست، مارادوناست، جام جهانی رو فتح کرده، یه مربی بوده اومده تو ایران کمتر این نیم فصل کار کرده، کار شاقی هم نکرده، این تیم امیر قلعه‌نویی سه دفعه پشت سر هم قهرمان کرده، بله، این تیم و منصور خان خدا بیامرز قهرمان آسیا کرده، استقلال و پرسپولیس که تیمای کوچیکی نیستن که یه مربی بیاد این بازی ها رو در بیاره. الان سه ماه ما اسیر آقای استراماچونی. شما چرا راجع به رضا یزدانی صحبت نمی کنید؟ قهرمان المپیک، قهرمان جهان مینیسکش باره شده، قهرمان المپیکه. بله الان ما تمام برنامه‌مون شده آقای استراماچونی، از دیشب هم کالدرون شروع شده، استراماچونی کالدرون. من یه سوال شما میکنم آقای زلیپور، شما بفرمایید آقای استراماچونی و کالدرون که نبودن، استقلال پرسپولیس چندم جدول بودن؟ خب یا این قهرمان بوده یا اون دیگه. پرسپولیس مگه سه سال پشت سر هم قهرمان نشده؟ حالا آقای کالدرون میخواد بیاد رئیس باشگاه رو عوض کنه، سرپرست رو عوض کنه، بله. فردا میاد میگه آقا نماینده های مجلس هم من انتخاب کنم واسه استان تهران. آخه درست نیست که ما همه چیزو میذاریم در اختیار مربی. آقا دست درد نکن، اومدی زحمت کشیدی، حقوقت هم بهت دادن دیگه، ولکن نیستن. الان دو ماه برنامه شده آقای استراماچونی. شما شبیه به همین ماجرا رو مگه تو همین تیم پارس جنوبی نداشتید؟ یعنی پولتون رو نگرفتین، خب رفتیم پول دیگه. بود شما از اون میدونم شما... دیگه یعنی این ماجرا برای شما هم که مربی ایرانی بودی داشت بوده دیگه. آقا مگه فقط این تیمه؟ من از 10 سال پیشم طلب دارم. الان شما برو ببین فکر کنم از شیرین فراز هم طلب دارین. شما برید الان پرونده های ما رو تو کمیته انضباطی در بیاری، پولای نگرفته رو مالیاتشو دادیم. شما الان ببین آقای علی دایی، آقای امیر قلعه‌نویی، همشون از باشگاه قبلیشون طلب دارن، کسی نمیاد. ما الان روزی که پارس جنوبی مانیم دیگه کاری خب نداریم. آقای کمالوند یه چیزی، یه نکته، خب یکی از ماجراهایی که ما بهش پرداختیم، ما سه هفته پیش اتفاقا شروع کردیم این نکته که خیلی خوب گفتین شما، ما یه کاری کردیم، ما یه سوالی از مردم پرسیدیم. من یه سوالی از شما بکنم، ببخشید، خواهش می‌کنم. یه مربی رو ما مردشون آوردیم به نام آقای ویلموتس، 30 میلیارد 35 میلیارد بهش پول دادیم بابت دو ماه که بره به تیم هنگ کنگ و کامبوج رو ببره. خب الان مثل رفسنجان لیگ یک صدر جدوله، اونم میرفت هنگ کنگ و کامبوج رو میبرد دیگه، به اون دوتا هم باخت. 30 میلیارد دادیم که بره به اون دوتا ببازه. خب من میخوام سوالم این از شما اینه، الان مثلا شما فکر کنید روی نیمکت تیم ملی آقای قلعه‌نویی، آقای دایی، آقای گل محمدی، همه همکارای من، اونایی که دارن تو لیگ برتر مربیگری میکنن، نشسته بودن، ضعیف‌تر از این آقا نتیجه میگرفتن؟ ما مشکلمون همین چیزاست که اگه یه مربی یه جایی بره پیگیر نمیشن که چرا مثلا مربی ایرانی اتفاقات افتاده. آقای استراماچونی عزیز اومده کارشو کرده، آقا بس دیگه، دو ماه همه زندگی شده آقای استراماچونی. الان تیم استقلال با آقای مجیدی، من امروز خوندم یه جایی توی که این سایت ها که تو مقطعی که آقای مجیدی اومده میزان میانگین امتیازی که گرفته از آقای استراماچونی بیشتر بود. همین امروز بازی فراد مجیدی سه تا برد، دو ممیز من دو ممیز بله. خورده آقای استراماچونی دو تا. خب ولکن نیستن آقا، پولشو دادن ندادن، مذاکرات از الان مذاکرات با آقای استراماچونی از مذاکرات 5+1 بیشتر شده. آقا دوست نداره بذارید به زندگیش برسه این همه مربی. یه چیزی هست آقای کمالوند، من با شما موافقم تا یه جایشو. یه جایش اینی که این صحبتایی که ما میکنیم، این حرفایی که زده میشه، من به نظرم میادش که اگر اون مدیری که متوجه میشه، ما خیلی از قراردادم با رحمان هم حالا صحبت وارد یعنی چالشه نشدم، من قبول دارم، چرا یه مربی به خودش اجازه میده به قول شما بیاد سرپرست عوض کنه؟ یه بهانه بهش بده که الان آقای کالی رو میگه 450000 دلار من اضافه میخوام. من به شما بگم با تمام احترامی که برای هوادارا قائلم، هوادارا باعث بانیشن، یه مربی رو میکنن بوت، مربی میاد پشت هوادارا. من شنیدم آقای کالدرون گفته که باید معاون باشگاه خبیری عوض شه، آقای افشین پیروانی عوض شه، آقای انصاری فر. آقای ببخشید، اصلا کجای فوتبال ایران بودی تو آقای کالدرون؟ آقای انصاری فر، آقای پیروانی موشون سفید کردن تو این باشگاه. تو چی کاره ای که میای میگی باید اینا عوض شه؟ شما مسئول فنی تیم هستی، تیم تو ارنج کن بفرست داخل زمین. این بهانه شه آقای نه حالا من حرفم چیز دیگه است، من میگم مردم نباید اینقدر حمایت کنن. ببینید به درست یا به غلط، استقلال تمام توانش گذاشته پول این بنده خدا رو بده. بله خب ما مشکل تحریم داریم دیگه، چه باید بکنیم؟ یعنی چی جوری باید پول آقای استراماچونی رو برن بهش بدن؟ روزی که داشته میومده اینجا نمیدونسته کجا داره میاد، نمیدونسته کشور ما تحریمه، چه مشکلاتی داریم. من میگم هوادارا درسته تا یه جایی پشت یه نفر وایسته، بله، اما شما نباید، تیم استقلال یکی از پر افتخارترین تیم‌های آسیاست با این همه سابقه قهرمانی.
حالا ببخشید آقای استراموچونی بوده قهرمان آسیا شدن، قهرمان لیگ شدن. ولی من اینو بگم الان نگاه هوادار استقلال نسبت به 4 هفته قبل عوض شده. چرا؟ به خاطر همین در واقع شفاف سازیاست دیگه. خب من چون خودش متوجه شد آقای استراموچونی هم... آقای زلیپور من به شما چیز بگم، ایشون آدمه قویه تو کار فنی، در این کسی شک نداره. اما یه سوال میکنم، آیا اون 3-4 تا بازی که آقای استراموچونی نیامد تیم استقلال ضربه نخورد؟ چرا؟ 5 امتیاز از دست استقلال. خیلی خوب دیگه، مردم باید همینو متوجه شن. تو یه جایی باید پای یه نفر وایسی، وقتی نمیخواد بیاد. من روزی که میخواستم از پارس جنوبی برم 2 هفته قبلش گفتم، گفتم آقا من 2 هفته دیگه بعد از بازی نفت مسجد سلیمان ما میرم. عروضی هم که اومدم تموم شد. حتی شما الان از من قبل برنامه 2-3 تا سوال کردی، من گفتم دیگه یه امکانش باشه آقا زلیپور وارد نشی. من تو یه روزی مربی اون تیم بودم، راجع به اون تیم صحبت می‌کردم. ما که نمیتونیم تمام ایرانو، تمام هوادارهای استقلالو نگه داریم روی انگوش که آقا ایشون میاد یا نمیاد. آقا ایشون میخواست بیاد تا الان اومده بود دیگه. من فکر میکنم یه مقدارم صدا و سیما مطبوعات دارن خیلی بیشتر از این، یعنی بیشتر از اون چیزی که حقشه بهش میپردازن. یه قسمتش برمیگرده شما... فضای ژورنالیستی. بله. که متقای زلیپور از شما این سوال کردم، میگم راجع به قهرمان این کشورمون، راجع به آقای رضا یزدانی که قهرمان جهانه با اختلافی که از بهترین کشتی‌گیرای تاریخ کشورمونه، خب چرا راجع به اون انقدر صحبت نمی‌کنیم که آقا پاش صدمه خورده به المپیک میرسه؟ حسن یزدانی. حسن یزدانی. بله. خب من میگم انقدر دیگه مسائل رو ما حادش نکنیم. الان تو این شرایط فعلی این روزای کشورمون با این اتفاقات بدی که افتاده، همه مردم متاثرن از شهادت سردار سپهر قاسم سلیمانی. بگید که بیا تا اون درگذشت دوستانی که رفته بودن برای تشییع جنازه، این هواپیمایی که سقوط کرده، همینجوری ملت ناراحت هستن. من از شما خواهش میکنم بحثو ببریم به یه فضای دیگه. یعنی من فکر میکنم دیگه واقعا این مسئله لوس شده. بحث آقای استراموچونی.